سلام رفقا حالتون چطوره آقا امروز تو این ویدیو میخوام بپردازم به باف و نرفای سیزن بعدی یعنی چی اون کارت که قوی تر شدن اون کارتهایی که ضعیف تر شدن اومده اخبارش کلش رویل هر دو سیزن یه بار میاد این آپدیت رو میده بعضی کارتا رو قوی میکنه بعضی کارتا رو ضعیف میکنه و این باعث میشه که بازی جذاب تر بشه آقا بریم سراغش الان اینجا اومده گفته بالانس چالنج که توی اپریل 2023 سیزن 46 میاد دو روزه که اومده و اوکی بریم پایین خب آقا اگه بخوایم همینجا بپردازیم میبینین که کارت دو ها سه قلو البته اینجا اومدن چیزش کردن ریورک کردن روش کار کردن کارت اسپیر گابلین و اسم این چی بود خدا یا مگا مینیوم بود دیگه آره اینا باف شده ماینر نرف شد آرچر نرف شد همچنین فونیکس هم نرف شد همچنین کارت اسمش چی بود؟ من چرا اینجا مثل اولاغی دارم گزارش میدم گلدن گلدن نایت آره اینم نرف شد یه کارتی هم که روش کار کردن کارتی نیست شز. کارت فرنیس و چرا دیگه زیاد اینا رو نمیخونیم اینا نیست داد. زیاد روش وقت بذاریم میریم پایین تر پایین تر پایین تر پایین تر خب الان بریم رسیم به ریورکا میام نگاه کنیم میبینیم که راسکال بویز هیت بویز آها. این هیت پوینت دمیج اون مردک بیشتر شده مرد اون پسره 6 درصد اه. اوکی اینجا چی شده راسکال بوی هیت پوینت لول 11 آها لول 11 شکم قوی تر شده لول 14 شکم قوی تر شده آره دیگه گفتیم هیت پوینتش بیشتر شد و اینجا نشون نده که مثلا هیت پوینتش قبلا تو لول 11 تو چلنجا 1830 بود الان شده 1940 و لول 14 هم اینجوری شده و دخترا هم 75 درصد سرعتشون بیشتر شده این خیلی بده این خیلی بده از 8 دهم ثانیه اومده رو 2 دهم ولی خب خدا رو شکر این کارت کوفتی اکسیر زیادی میخواد و مثل آرچه قرار نیست زیاد سوراخمون کنه و اسپیسینگش 58 درصد بیشتر شد اسپیسینگ چیه؟ اون فاصله بین ها قبلا کم بود دیگه مثل این بود که یه دونه نایت جلو انداختی پشتش آرچر انداختی ولی الان بیشتر شده فاصله شده بهتون نشون میدم قبلا یک و تایل بود الانش سه تایل شده بریم پایین تر اینجا راحت میتونیم نگاه کنیم حالا بذاری بار دیگه بیاد ای کاش اوکی بشه نگاه ای بابا یه دقیقه حاجی اینو عوض کن آها نگاه کن بالایی قبلی پایینی جلوی نگاه کن فاصله بین اینا خیلی بیشتر شد و این به نفع اون پلیراش قرار اینو تو سیزن ترکیبای متا و ضد متا ببینیم آقا بریم پایین تر برسیم به کارت فرنیس اسپاون دیلیش 20 درصد بیشتر شده از طرفی لایف تایمش هم 15 ثانیه کمتر شده این بیشتر نرف شده 6 ثانیه بوده شده 5 ثانیه از این بعد اون دیلی البته اینو اینو بیشتر کردن اینجاش بافه 6 ثانیه بود هر یه دونه که در میمت شده 5 ثانیه اما لایف تایمش پایین تقریبا خودش بالانسش کرده 5 ثانیه کمتر میمونه فرنیسه ولی خب اون ور سوراخ میکنه ما رو خب اینجا ادورتایزمنت چی میگه؟ خب هنوز ای بابا کلا که پرید بیرون چی شد؟ اوکی داشتم توضیحات میدادم که رید توش خب این ادورتایز نمیشه خب چه نمیاد؟ خب حالا من به بقیهشم برسم این اومد بهتون نشون میدیم بریم سراغ باف شده قوی شده ها هیت تایمش از هیت تایم مگا بیشتر شده سریعتر شده یک یکو شیه دهم میکشید یه دونه بزنه الان یکو سه دهم ده شده هیت تایمشم 19 درصد باز بیشتر فسته شده همون داستانه آنجا درصد نوشته بود بالا به زمان بود دی و 23 درصد بیشتر شده دمیجش حالا این یکم بده خب حالا بریم پایین تر برسیم به گابلین های نیزه اندازی اسپیر گابلین که تکی هست از این خونه گابلین ها در میاد تو گابلین اسم این چی بود خدایا گابلین گنگ بود و پشت گابلین جاینت اتک رنجشون رو ده درصد بیشتر کردن یعنی قرار کم دوربین تر شد میدونیم می می الان یکم دورترم میزنم از پنج تایل یه رسیده به پنج و نیم برسیم به نرفا آخ جونم آخ جونم بریم پایین تر خب چرا چرا ناموس فرس هیت تایمه چار درصد اومد پایین تر هیت تایم چرا آجی خب حالا این یعنی چی قبلا یه دهم ثانیه یه تیر میزنه الان نیم ثانیه یه تیر میزنه این خیلی خوبه نرفش خیلی خوبه خب برسیم به ماینری که نرف شد هیت پوینتش 7 درصد اومد پایین الان کمتر دمیج میده در این در کل ها میگه در کل قبلا 1000 تا دمیج میداد الان 930 تا دمیج میده لول 11 این همه هیت پوینت لول 14 اش هم این همه حالا ادورتایز بن ریده نشون نمیده فیلماشو ولی آخر نشون میدم بهتون هرجور که شده گلدن نایت بیناموس دشتی سنسش 8 درصد اومده پایین تر این یعنی چی قبلا از وسط یه, یه کارت بین بیریج و تاورتون بود این بیناموس یک میزد نیمت میگرفت تاورتون الان 8 درصد کاهش پیدا کرده و احتمال اینکه سریعتر به تاورتون برسید تاورهای دیگه رو بزنید کمتر شده خدا رو هزار مرتب شکر هزار مرتبه شکر برای فونیکس ناراحت شدم از طرفی هم خوشحالم چون میخواستم دو تا ترکیب قرار بازی کنم تو آینده حالا نمیدونم خیلی طول میکشه مکسشون کنم من فونیکس رو دارم ولی خب با نرفی که شده دف دمیجش اومده پایین تر دمیج چیه؟ وقتی فونیکس رو میکشتیم تخمش میافتاد کارتا رو دمیج میکرد ضربه میزد بهشون و عقب پرت میکرد الان ده درصد اون قدرت ضربش کمتر شده 150 بود شد 135 تو لول 11 این بود تو لول 14 هم این و اینم از این حالا دیگه بریم سراغ فیدبک و فلانش هم سیزن قبلیشه با اینا زیاد کار نداریم بریم بالا امیدوارم بودم که اینا رو بهمون نشون بده ویدیوهاشو من نمیدونم چرا نشون نمیده واقعا نمیدونم بالانس خیلی خوبی بود انصافا ولی خب سیزن قبل این سیزن ما باف شدن مانک رو داشتیم که مانک تبدیل شد به مینیگان اگه نمیدونیم مینیگان چیه مینیگان یه تفنگ پایه داره اتوماتیک دقیقه 2000 تا گله میزنه هر دقیقه و مانک هم تبدیل به مینیگان شده قشنگ پاره میکنه کارتا رو تو کم مونده تو دو ثانیه هزار تا دمیج میدم اوکی و همچنین فایر کرکر هم باف شد سیزن قبل که اسمش نرف بود ولی باف شد ولی خب اونم نرف نشده سرعت فایر فعلا زیاده این دوتا نباید از یادمون میرفت حالا نمیدونم داستان قرار چطوری باشه چون نشون نمیده هاجی؟ فشار دارم میخورم رسما اوکی این داستانش چیه این آها اه این کار این در طول تایم چه کارتایی باف و نرف بوده رو نشون میده حالا اینجا میبینیم که آرچه رو نرف شده و خب دیگه لاگو اینا اینا هست تاپ دیویست تاپ هزار و این رویال ای پی آپدیتش خیلی خفن بود حالا ما مست ویزیت خوی که بی, خیال اون چیزش بشیم چینج این ده کارت یوسیج و خوب دیگه حل شد و چه من از اینجا برم بیرون فیلتشکن رو خاموش کنم بریم سراغ بازی یه رونمایی هم از اکانت هم داشته باشیم اکانت چایی خریدم اکانت قبلی آیدنمون رفت خدا رحمتش کن از همینجا اینو قطع کنیم و بریم سراغش خب اینو میایم اینجا میریم رو جیر یوپی بوستر و میزنیم بوست کلش رویال میکشه بالا و بوست میشه و بدون ترس از بن شدن و اینکه که وسط بتل بنداز ما رو بیرون چیز بخوریم اسمش چی بود خدایا ای خدا منظورم اینه که نت ضعیف بشه قوی بشه و همه اینا رو دیگه بدون ترس میتونیم پلی بدین یه خبر خوش دیگه هم براتون دارم کلش رویال الان میگم حالا بذاریم داخل بازی اوکی داشتم میگفتم کلش رویال اومده گفته که اگه با وی پی بیایم بازی کنین موردی نداره بند نمیشین ولی ما پیشنهادش نمی کنیم چرا میگه پیشنهادش نمی کنیم چون بعضی از وی پی ها خیلی ضعیفن آی پی تون لو میره مثلا وی پی این لنترز اون فانوسه یا مثلا وی پی این ضعیفترش اینا نمیتونن آی رو تغییر بدن ضعیف فقط تحریم و فیلتر رو میشکنه خب بنابراین بعد از وی های قوی تر استفاده کنین اگه دوست داشتین تو کامنت ها بگین بهتون یه چند رو معرفی میکنم آقا بریم سراغ ترکیبمون خب این که هیچی بای لول که بریم کارتای بیشتر سایت سایکل مکسه خب و این باعث میشه که علیرضا آیدن که من باشم دیگه برم یکم تو فاز سایکل و همچنین دو تا ترکیب که روشون الان کار میکنم یکیش اسپلش یارده و بعدی لاوا اسکلتون کینگ که اینا قراره برامون مکسشون کنم و باشون پلی بدم شاید هم مکس نکنم حالا نمیدونم میخوام برم سراغ اینا بله میبینین که ایموتو دارم لیگ ده زده این اکانت یا علم ایموت لجندری خفن یا علم ایموت حالا زیاد ایموت نداره اکانت من خودم خیلی ایموتش بیشتر بود تا ور اسکینا رو بریم خدایا اسکینا رو عشق است نه سیزن الایت شده این اکانت نه سیزن بخوام اینجا هم یه مراجعه کنم هیچ چیز خفنی نداریم خب اینو ولش کنیم بیایم اینجا مثلا اینا رو همشون رو با جم خریده اون زمون این خیلی دوست داشتم اینو داشته باشم اون موقع و خب الان دارمش بیایم این بالا بگه ایجارم ببینیم ایناش خیلی خوبه حاجی تا خود بالون حتی بیشتر از بالون همش جم مستریا مستری هم دیگه آخرشه نگاه یه چوسه میخواد جما رو میگیریم میزنیم بره بیاد بالا ترکیبی هم که فعلا باش بازی میکنم این ترکیبه چون این ترکیب تقریبا بیشتر مکس داره منم با لایک بیت بهتر بازی میکنم سایکلا و این که 7500 داره لیگ ده و زدی چیز داره کلاسیک داره میبینم هست داره اینجا کو آها اینها ها این چی بود چالنج این گرند بود یا کلاسیک که دقیقا با سنو کنم آن کلاسیک چلنجه اونم دارم خیلی خفن قبلنشم برم نگاه کنم میبینین که راحت زده لیگ ده و فعلا با این ترکیبیم وینش کمه ولی خب دیگه توتال دونش ایناش زیاده گلدن نیتم کارت اصلی مونه انقدر که ترکیب معرفی کردم و خب بچه دیگه ویدیو رو تموم میکنم مرسی که ویدیو رو تا اینجا دیدین اگه ویدیو رو دوست داشتن من لایک کنین سابسکرایب کنین کامنت بذارین و زنگوله رو آم بذارین لایک میشه پسندیدن کامنت میشه نظر دادن و سابسکرایب میشه مشترک شدن اگه یوتیوب به زبان فارسیه همه اینا رو پیدا کنین رو تصویرم نمایش میدم خیلی مایت بزرگی میکنه که اینا رو بزنی اشقای من این دوستتون دارم زیاد خنده بلا میاد و فعلا فز. Bye-bye.